نخستین نشست خبری کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان و عودت آنها به کشور در کابل. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم و رئیس این کمیسیون میگوید کسانی که به کشور برمیگردند به خواست‌های مشروع آنان رسیدگی خواهد شد. ټول افغانان متلیمو پیغام داده چې همدار دوی هیواد دوی راتلی شي او له دې ټولو امتیازاتونه دوی برخوردار کېدای شي. هیواد ته بهر وي یا په هیواد کې دننه وي د هغوی دپاره د ارتباط او له هغوی سره د تماس یو بهترین مرکز او مرجع رامنځته شوه. بر بنیاد کارشوی این کمیسیون که در 15 ماده تهیه شده به چهره های سیاسی که به کشور برخواهند گشت، اطمینان خط، تهیه اسکان کوتاه مدت و کارت ویژه در نظر گرفته شده است. دا کمیسیون ده هغو ټولو سیاسی او نظامی شخصیتونو په اړه بشپړ معلومات راټولوي او ځایونه یې تثبیتوي چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو څخه مخکې یا وروسته د نه خوندیتوب د احساس له امله بهر ته تللي او یا په هیواد کې دننه دي خو له اسلامي امارت سره مخالفت لري. امرای اشرف غنی و یا امرای دیگر کسی کدام مذاکرات صورت نگرفته و نه دیگر به مذاکرات کدام ضرورت است. سرتاسری امنیت آماده، حاکمیت ملی آماده شده، صلح بین افغانی است، بقیه تقویه نظام باید شود. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان درباره این پرسش که چهره‌هایی که به کشور برخواهند گشت آیا با آنان اجازه فعالیت‌های سیاسی داده خواهد شد یا خیر چنین می‌گوید. دوی د فعالیت خبر الته شروع کیږي چې دوی کله راشي دوی د ابتدایي غوښتنې هغه تأمین شي لکه دوی د سر امنیت، د مال امنیت، د عزت امنیت، د ابرو امنیت تلته عادی ژوند ته دوی راګرځیدل دا شیاره وشي نور خبرې بیا ورسته کی. این در حال است که هفته گذشته بیش از 40 چهره سیاسی و رهبران پیشین جهادی در یک نشست در انقره مذاکره را راه حل چالش های کنونی در کشور دانسته و نیز از کار گرفتن گزینه دفاعی و نظامی در برابر امارت اسلامی هشدار دادند.